یکی از مباحث چالشی توی زیست دهم ده فصل شیش مبحث پوست درخت هست. بریم با همدیگه نکاتش رو بررسی کنیم و چند تا سوال ازش حل کنیم. اولین نکته ای که باید بدونیم این هستش که سامانه بافت پوششی توی اندام های جوان اسمش روپوسته ولی در ساقه و ریشه مسن میشه پیراپوست حواستون باشه دارم میگم ساقه و ریشه برای اینکه توی برگ و گل و اینا پیراپوست به وجود نمیاد فقط توی ساقه و ریشه هایی که سنشون بالا باشه پیراپوست به وجود میاد حالا بریم ببینیم این پیراپوست چیه فرقش با پوستی که ما قرار راجبش حرف بزنیم چیه پیراپوست در واقع محصول مریسم پسینه که میاد جایگزین روپوست میشه و بعد از اینکه پیراپوست تولید میشه روپوست از بین میره این پیراپوست شامل سه تا لایه بافتی میشه لایه وسطی کامبیوم چوب پنبه سازه که همون سلولای مریسم پسینی هستن که دارن دو لایه دیگر رو میسازن یه لایه به سمت بیرون که چوب پنبه باشه و سلولهای مردن و یه لایه هم به سمت داخل که سلول های پارانشیمی و سلول های زنده هستند. اینجا محدوده ها رو براتون مشخص کردیم ببینید این بخش آ که چوب پنبه هست بخش به دقیقا این لایه است ما بین چوب پنبه و سلول های پارانشیمی و این قسمت آبی رنگ پایین هم میشه سلول های پارانشیمی که زیر اون دیگه آبند های آبکش قرار گرفتن حالا سلول های چوب پنبه سلول هایی هستند که همونجور که از اسمشون پیداست دیوارشون سوبرینی یا چوب پنبه ای شده که یه ماده لیپیدیه و کاملا نفوذ ناپذیره در نتیجه به خاطر اینکه جلوی تبادل گازها گرفته نشه این سلول های زیرین سلول های زندن دیگه نیاز به تنفس دارن نیاز به تبادل گاز دارن و بنابراین در مناطقی از این بخش های که چوب ساخته شده برای اینکه تبادل گاز انجام بشه یه سری برجستگی هایی به وجود میاد که به اینا میگیم عدسک در واقع تو این عدسک ها تعداد سلول های چوب پنبه انقدر زیاد شده که فاصله شون از هم دیگه زیاد شده و در نتیجه این برجستگی ها رو ما میتونیم با چشم غیر مسلح روی تنه درخت یا روی ریشه اون ببینیم وزیر میکروسکوپ هم به این شکل دیده میشه که منافذی در واقع باز میشن برای اینکه تبادل گاز انجام بشه غیر از سلول های چوب پنبه که در اثر رسوب این ماده پروتوپلاست مرده و سلول زنده نیست بقیه سلول های این پیراپوست زندن هم کامبیوم چوب هم که مدام در حال تقسیمه و هم سلول پارانشیمی که سلول زنده و فعال هستند پس مجموعه پیراپوست از این سه لایه تشکیل شده و جایگزین روپوسته حالا بریم ببینیم که اصلا خود پوست چیه اینجا ما یه برش ارزی از ساقه درخت داریم که میبینید در قسمت وسط آوند های چوبی کاملا قرار گرفتن کل بخش در واقع درونی یک درخت رو داره چوب پسین تشکیل میده و اگر بیایم لایه ها رو به سمت بیرون نگاه بکنیم بعد از چوب ما یک لایه نازک کامبیوم آوندی یا کامبیوم چوب آبکش داریم که به سمت داخل به طور مرتب و سالیانه داره چوب جدید میسازه که قطر درخت رو زیاد میکنه و به سمت خارج آبکش پسین میسازه آبکش پسین هم میبینید که لایه نازکی هست و این لایه نازک زنده و فعاله و در انتقال شیره پرورده دخالت داره چوب هم که میدونیم در انتقال شیره خام یا همون آب و مواد معدنی دخالت داره خب حالا بیام ببینیم پوست درخت چیه پوست درخت در واقع این آبکش پسینه به اضافه این پیراپوست این لایه بیرونی پیراپوست ماست در کنار آبکش پسین مجموعهشون پوست درخت رو میسازن حواسمون باشه که در ساقه علفی ما وقتی لفظ پوست رو به کار میبریم معنی و مفهومش با پوست درخت متفاوت هست پوست ساقه علفی اغلب فقط از بافت پارانشیمی حالا یا سایر بافت های زمینه ای تشکیل شدن که این رو توی یه فیلم مجزا من کامل براتون توضیح دادم و لینکش رو هم براتون میذارم که بتونید بررسی رو خوب گوش بکنید و مشکل براتون پیش نیاد. دومین نکته که باید بهش توجه بکنیم این هستش که وقتی میگیم پوست درخت غیر از اون لایه چوب پنبش که سلول های مرده هستن بقیه لایه ها دیگه سلول های زنده هستن. و اینکه که کامبیوم آوندساز یا کامبیوم چوب آبکش جزء پوست درخت نیست پس من اگر که پوست درخت رو بکنم آبکش پسین جدا میشه ولی کامبیوم چوب آبکش باقی میمونه. یه بار دیگه خلاصه وار با هم بررسی بکنیم پیراپوست شامل سه تا بافت میشد لایه چوب پنبه، کامبیوم چوب پنبه ساز و پارانشی و پوست درخت شامل این پیراپوست به اضافه آوند آبکش پسین هست. بریم چند تا سوال حل بکنیم. اولین سوال که توی شپ نهایی پارسال اومده بود یه سوال تستیه بچه تو سوالات نهایی و شپ نهاییتون شما امکان دارید که سوالات تستی هم داشته باشین پس این بخش رو از دست ندید برای جواب دادن به این سوال ها کاملا باید مسلط باشین به مفهوم که بتونید جواب بدید توجه کنید به سوال گفته چند مورد ویژگی بخش مشخص شده در شکل را به درستی بیان نکرده است. پس ما دنبال موارد غلط میگردیم. حواسمون باشه. قبل از اینکه بیایم موارد رو بخونیم، اول اجزا رو دقت بکنین. همین الان شکل رو دیدیم بر این تو ذهنمون هست. یک پیراپوست، دو آوند آبکش پستینه، سه کامبیوم آوندسازه و چهار هم آوندهای چوبی هن. خب حالا بیایم ببینیم از همون چی خواسته. قسمت الف میگه بخش سه یعنی کامبیوم سبب تولید سلول های مرده پوست درخت میگردن. خب این کامبیومه، کامبیوم کامبیوم آوند سازه کامبیوم که چوب پنبه بسازه و در تولید سلول های چوب پنبه که سلول های مرده پوست هستند دخالت بکنه نیست. پس این جمله جمله غلطیه. دومیه میگه بخش یک یعنی پیراپوست میتونه دارای سلول های زنده با دیواره نازک باشه خب الان با هم دیگه بررسی کردیم که پیراپوست هم سلول های پارانشیمی داره هم کامبیوم چوب بساز داره که هر دولایی هم سلول های زنده و فعالی هم و در نتیجه دیواره نازک دارن پس این جمله جمله درسته قسمت جیم میگه بخش دو یعنی آوند آبکش پسین همانند لایه زیرین خود بخشی از پوست درخته خب بخش دو که جزء پوست درخت هست این درست اما آیا بخش سه هم که زیر اونه جزء پوست درخته؟ نه پس قسمت جیم جمله غلطی و دال میگه بخش چهار یعنی چوب دارای سلول هایی که فاقد دیواره نخستین هم. خب یه نکته ای رو اینجا ما با همدیگه حل بکنیم. سلول های گیاهی اولش که تقسیم میشن فقط تیقه میانی دارن بعد شروع میکنن به ساختن دیواره نخستین. بعضی از سلول های گیاهی بعد از ساخت دیواره نخستین تولید دیواره پسین میکنن. مثل سلول های آوند چوبی که دیواره پسین دارن. و به همین دلیل هم سلول سلول مردهیه ولی این معنیش نیست که اگر پسین داره نخستینش رو از دست داده نخستین سر جای خودش هست پس این هم جمله غلطیه اگر دقت بکنیم ما سه تا جمله غلط پیدا کردیم دنبال جمله های غلط هم داریم میگردیم میایم گزینه ها رو نگاه میکنیم و گزینه دو رو که سه مورد رو برمون نوشته انتخاب میکنیم بریم سوال بعدی رو ببینیم گفته که هر کدوم از موارد زیر به نقش کدوم از ساختارهای عدسک، پوستک، کرک و کلاهک در گیاهان اشاره داره. یعنی هر کدوم از این چهار تا یکی از این موارد رو دارم برای ما نمایش میده. البته خب باید دقیق بخونیم شاید هم مورد مشترک داشته باشه. حواستون به این هم باشه. گول این مدل سوال اینجوری رو نخوره. حالا قسمت الف میگه جلوگیری از ورود نیش حشرات و عوامل بیماریزا به گیاهان ما تو موارد قبلی خوندیم و میدونیم که پوستک مسئول این بخش هست پوستک هم توسط سلول های رو پوست ترش رو می میشد که یک ماده لیپیدی بود و محافظت بیشتری را از گیاه انجام میداد که یکی از هم همین بخش بود پس جواب قسمت الف میشه پوستک به رو ببینیم میگه باعث نفوذ آسان ریشه به خاک میشه خب مسلمه که کلاهک کلاهک سلول یک پلیساکارید کارید لزج رو ترشوه میکنن به سمت بیرون که باعث میشه نفوذ ریشه به داخل خاک آسون بشه قسمت جیم که درس امروزمون بود میگه فراهم کردن امکان تبادل گازها در سامانه بافت پوششی اندامهای های مسن گیاه اون ساختاری که امکان تبادل گاز رو فراهم میکنه ساختاری نیست جز عدسک و آخرین مورد گفته ممانعت از خروج بیش از حد آب از گیاه خرزهره میدونیم که ساختاری به اسم کرک که سلول های تمایز یافته روپوستی هستن توی برگ بعضی از گیاهان مثل خرزهره میتونه جلوی تعرق بیش از حد رو بگیره سوال بعدی گفته مقدار بافت آوند چوبی در ساقه درخت به مراتب بیشتر یا کمتر از بافت آوند آبکشیه. تو توضیحاتمون گفتیم دوباره هم نگاه میکنیم به شکلمون که برامون یادآوری بشه بافت آوند چوبی مقدار بسیار زیادی از ساقه درخت رو میتونه به خودش اختصاص بده در حالی که آبکشمون یه لایه نازکه پس اینجا باید گزینه بیشتر رو انتخاب بکنیم دومی میگه در گیاهی که سطح خارجیش چوب پنبه شده تبادل گازها از طریق مناطقی انجام میشه به اسم عدسل که در پیراپوست یا پریدرم قرار داره و سوال بعدی میگه درونی ترین لایه پوست در برش ارزی ساقه یک درخت حواستون رو جمع کنید این شکل رو من مخصوصا اینجا گذاشتم که بهش دقت بکنید میگه درونی ترین لایه پوست اگه این پوست رو از اینجا حذف بکنیم کلا جوابمون فرق میکنه درونیترین لایه پوست یعنی من بیا پوست رو نگاه کنم پوست شامل پیرا پوست و آبکش پسین بود پس درونیترینش میشه آبکش پسین دقت بکنید اگر کلمه پوست رو نیاورده بود و میگفت درونی ترین لایه در برش عرض ساقه درونیترین ترین لایه این چوب بود درونی ترین لایه تنه درخت چوبه آوندهای های چوبی هم. ولی در ترین لایه پوست میشه آبکش پسین که حالا میگه شامل چه سلولهایی هایی میشه میشه همون آبکش پسین که توضیحش رو دادیم و حالا که فهمیدم آبکش پسینه دیگه قسمت به رو را راحت جواب میدم میگه این لایه در ترابره مواد چه نقشی داره آبکش پسین کارش انتقال شیره پرورده یا همون مواد عالی هست بریم دوتام سوال تستی حل بکنیم در کنکور سراسری 1401 یک بخشی از یک تست که به این فصلمون و به این بخشمون مرتبط می شود. یه جمله ای بود که باید درستی و غلط بودنش رو تشخیص میدادیم و با موارد دیگه تست رو می جمله به این ترتیبه گفته در ساقه هوایی یک گیاه علفی وقتی میگه علفی یعنی هنوز پیراپوس درش تشکیل نشده و گیاه جوانی هست. هر سامانه بافتی که محتوی سلول با دیواره نخستین زخیم است، حالا این دیواره نخستین زخیم مربوط به کلانشیم میشه. به عدسک های کوچک و برجسته نیاز داره. ما میدونیم که این اصلا پیراپوست نداره در نتیجه عدسک هم نداره و کلانشیم اصلا یه بافت زنده و داخل پوست ساقه های هوای گیاه های علفی موجود نیازی هم به عدسک نداره. پس این جمله جمله غلطی. اما یه تست هم از سراسری 99 با هم بزنیم. گفته وسیع ترین بخش ساقه اصلی یک درخت ده ساله فاقد چند مورد زیر است. یعنی کدوم موارد رو نداره؟ باز من شکل رو براتون گذاشتم تو کنکور این شکل اینجوری نیومده بود اینو باید تو ذهنتون میداشتید میگه وسیع ترین بخش اول تشخیص بدیم وسیع ترین بخش یعنی این بخش چوب درونی حالا چوب آیا عدسک برجسته داره؟ خیر توانایی هدایت شیره خام رو داره؟ ملیستم پسین نداره؟ نه یک نو نه دو نو کلا ملیستم نداره مریستم خارج از چوبه و قسمت دالم گفته سلول های با دیواره چوب پنبه این رو هم نداره سلولاش دیواره چوبی دارن لیگنینی هستن نه چوب پنبه بنابراین سه مورد رو نداره الف جیم و دال رو نداره گزینه سه رو انتخاب میکنیم خب عزیزان ممنونم از همراهیتون تا انتهای این ویدیو امیدوارم که این جنبندی و حل سوالات براتون مفید واقع شده باشه پیشنهاد میکنم اگه میخواید فصل 6 رو سوالات بیشتری ازش حل بکنید حتما این ویدیو رو ببینید تا جلسه دیگه و یه جمع دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار